سلام فقط به کنون میشن وی خوش اومده. توی ویدیو میخوام بریم سراغ عجیب ترین و مسخره ترین داستان کامی بوک بنتن که مربوط میشه به سری اولتیمیت الین. میخوام داستانشو بهتون بگیم و بعدش بریم سراغ نقد و بررسیش و نکات رو بهتون بگیم که واقعا خیلی عجیبن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه و رفقا که سابسکرایب نکردن برای ویدیوهای بعدی حتما سابسکرایب کنن و زنگ رو هم قرار بدن. خیلی خیلی ممنون. بدون معطلی بزن بریم. اسم کامی بوک هست توسام یا به فارسی میشه دو نفره و حال هوای عاشقانه ای داره. تو صفحه اولش میتونیم آرمادیرلو رو ببینیم که یک تصویر خیلی خفنیه. لوگو کارتونوک اونجاست، اکشن پک، لوگو بنتن هم اونجاست، بنتن اولتیمیت الین، لوگو رکس هم اونجاست، جنتل رکس، حتی میتونیم لوگو دیسو رو همون گوشه ببینیم. داستان از جا شروع میشه که دارن نشون میدن بنتن خیلی باجول داره وقت میگذرونه. میرن سینما، میرن دوچرخه سواری، میرن آمیبو بخورن که ها الین سرشو میندازه پایین و میاد داخل. الین یک از شخصیتایی بود که تو الین فورس اومد و از اون به بعد بود. میاد به اینا میگه که شما حتما ببرید کنسرت. بین جولی میرن کنسرت. جولی میگه که خوش میگذره. بین میگه به نظرت خیلی با هم دیگه وقت نمیگذرونیم و جولی عصبانی میشه و میره. بین داره میره دنبال جولی، اما وقتی که بین میره یهو آگریگور نمیدونم از کجا ظاهر میشه و میگه که مردم زمین دوست داره وارد بند من بشید، وارد گروه من. در حالی که آگرگور ظاهر شده اما بین متوجه نشده، رفته دنبال جولی و بهش میگه که یه لحظه وایستا، ما یکم منتظرین بلیط‌ها بودیم اما الان داریم کنسرت رو از دست میدیم. جولی بهش میگه که دقیقاً فاصله شخصی، برو عقب بین تنیسون، من نمیخوام که خیلی بهم نزدیک بشین. تو همین لحظه بین متوجه سر و صداها میشه و میفهمه که اتفاقی افتاده. بین سری میره برای کمک و میخواد تبع بشه به موجود آتشین پیشرفته، اما خب جولی جلوشو میگیره و بهش میگه که نگاه کن و میتونن آگرگور رو ببینن که خیلی بزرگ شده و داره مردم جذب میکنه. آگرگور متوجه بین میشه و میگه که بنجامین تنیسون، چقدر اتفاقی که تام اینجایی، همیشه جا برای افراد بیشتر هست. بنم بهش میگه که بذار مردم برن آگی. و در حالی که داره تبدیل میشه به موجوداتش پیشرفته، جولی میخواد جلوشو بگیره. آگرگور هم اشیا میخواد به سمتشون پرتاب کنه و اونا رو میخواد جذب کنه، اما در حالی که بن داره تبدیل میشه به موجوداتش پیشرفته، جولی هم کنارشه و این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن. بن و جولی آتش مرداب پیشرفته با هم دیگه ترکیب شدن و شدن یه نفر و بن و جولی خیلی تعجب کردن، خیلی گیج شدن و جولی میخواد بره خودش رو تو آینه ببینه. میرن WC و بن میگه که من نمیخوام بیام، اما میرن اونجا و خودشون رو میبینن که به چه چیز تبدیل شدن. بن که خیلی گیج شده و جولی که خیلی عصبانی، دارن با هم دیگه بحث میکنن که چرا اینطوری شدن، چرا با هم دیگه ترکیب شدن و دارن حرف میزنن که شاید اولتیماتریکس مشکل داشته باشه. اما بعدا متوجه میشن که نه، خود آگرگور باعث شد که تبدیل بشن به همچین موجودی و باید جلوی اونو بگیرن. بن به آگرگور که خیلی بزرگ شده حمله میکنه و جولی بهش میگه که بن این کار نکن، ممکن به مردم آسیب برسونی، که داره درست میگه. آگرگور مردمی که اونجا بوده رو جذب کرده و به خاطر همین خیلی بزرگ شده و مردم به دست و پا و ایناش چسبیدن. آگرگور با اشیا به بن حمله میکنه ولی جولی که میتونه نصف بدن کنترل کنه جاخالی میده و بن بهش میگه داری چیکار میکنی و جولی بهش نشون میده اون تجهیزات صوتی رو و میگه که آگرگور به وسیله اونا داره این مردم رو جذب میکنه. الان که فهمیدن باید به چه حمله کنن، با هم دیگه حرف میزنن و میگن که ما به یه چیز خیلی داغ‌تر نیاز داریم. قبل از اون کامل جولی میخواست بنو ول کنه و حتی بهش گفت دوست پسر سابق، اما اینجا بن بهش میگه که دستمو بگیر جولی و دیگه هیچ وقت ولش نکن. تجهیزات صوت رو نابود میکنن. آگرگور که خیلی بزرگ شده بود و مردمو جذب کرده بود کوچیک میشه، مردم آزاد میشن. بن و جولی هم از آتش مرده پیشرفته جدا میشن و خوشحالن. آگرگور زیر مردم کلا له شده و خب این کامی بوک با صحنه عاشقانه تموم میشه. داستان کامی بوک همین بود. خیلی طولانی نبود اما واقعا مسخره و عجیبه. داستان سر و ته نداره. دشمنی که تو داستان انگیزه درست درمونم نداره، معلوم نیست از کجا میاد و این داستان پر سوراخه. نقد و بررسی رو از همین صفحه اول شروع میکنیم که تصویر آرمادیرلو هست. اینجا آرمادیرلو رو ما میتونیم ببینیم اما تو خود داستان اصلا نبود. یه نکته خیلی مهمی که در مورد این کامی بوک هست اینه که دارن خیلی روابط بین و جولی رو نشون میدن که چقدر به هم دیگه نزدیکن و چقدر به هم دیگه وقت میگذرونن. حتی اواخر همین داستان بین به جولی میگه که هیچ وقت دستمو ول نکنه، اما اینجا خیلی زیاده روی کردن. حالا چرا؟ چون تو سری اومنیورس توی قسمت از هم دیگه جدا میشن. وقتی قرار که در آینده همچین اتفاقی بیفته و از هم دیگه جدا بشن، چرا اینقدر رابطهشون کار کردن؟ چرا اینقدر این رابطه رو محکم کردن تو همین کامی بوکا؟ دیدید این داستان کامل در مورد رابطه بین و جولی بود که اینقدر محکم نشونشون دادن. تو انیمیشن هم یه جورای همین طوری بوده که چی بشه در نهایت کارگران جد بیاد و این رابطه رو توی قسمت خراب کنه.
تو این کامیک بوک آلن یا آلین هم هست که وارد میشه همین جلکی یهو میاد با بن و جولی حرف میزنه و دیگه نیست. چرا؟ خیلی مسخره است. همینجوری میاد تو داستان و دیگه نیست. نکته بعدی خیلی مسخره است که در مورد حضور آگریگور تو این کامیک بوک هست و در کل تو دو تا کامیک بوک هست که یکی شمینه یهو میاد تو داستان. معلوم نیست که از کجا میاد، نقشش چیه، میخواد چیکار کنه، یهو میاد. وقتی هم میاد فقط این حرفا میزنه که شما دوست داره وارد گروه من بشه و دیگه اونارو جذب میکنه. دیگه چیزی نمیگه، نقشش معلوم نیست، انگیزش معلوم نیست. معلوم نیست که چرا اینجاست، چرا تو این کنسرت و معلوم نیست که اتفاق چه زمانی افتاده. آگریگور کاراکتر خیلی جدی و دارکیه و باید کار مهمتر داشته باشه و اومدنش توی کنسرت اصلا منطقی نیست. به این نکته خیلی مهم با اشاره کرد که چرا وقتی بن میخواد از اولتیماتریکس استفاده کنه و تبدیلش به آتش مرداب پیشرفته، اون تصویر هولوگرامیش معلومه که آتش مرداب پیشرفته است که نباید باشه. اصلا تو انیمیشن ما هم چیز رو ندیدیم و اصلا ممکن نیست. باید اول تبدیلش به آتش مرداب و بعد اونو پیشرفته کنه. اما اینجا میخواد یراس تبدیلش به موج آتشین پیشرفته. فندام خارجی اینجاش سوتی حساب کردن چون میگن که همچین روش رو اصلا تو انیمیشن ندیدیم و امکان پذیر نیست اینکه بنتن بخواد یه راست تبدیل بشه به موج پیشرفته و از این روش استفاده کنه و تاثیر هولوگرامی موج پیشرفته مشخص باشه. همچین چیزا رو تو انیمیشن ندیدیم، پس اینجا یه سوتی حسابش کردن و دارن درست میگن، چون خود کامیک بوک های بنتن خیلی کنین نیستن و ارتباط مستقیم به خود انیمیشن نداره. اواخر داستان خیلی راحت میگیرن آگیگور رو شکست میدن و آگیگور زیر یک جمعیت کامل له میشه، اما حرف درست درمون درماش نمیزنن اینکه اینجا چیکار میکرد، چه نقشه داشته و نمیگن که مال کدوم قسمته، قسمتی که دنبال موجود فضایی بود یا قسمتی که از خود کوین شکست خورده یا حتی بعد از اون. خط زمانی رو اصلا نگفتن. آگیگور کلا تو دو تا کامیک بوک هست که یکیش همینه و اینجا واقعا مثل دلغک نشونش دادن و اصلا جالب نبود. کلا آگیگور یک شخصیتی بود که میتونست آمنیورس هم باشه، کارگردان آمنیورس هم گفته بود که میتونست باشه، اما خب نشونش ندادن اونجا. این موضوع که کامیک بوک های بنتن ارتباط مستقیمی به خود انیمیشن نداره و خیلی کنیس، هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که داستان مسخره و عجیب مثل این داستان دیگه خیلی طرفدارو اذیت نمیکنه چون ارتباط نداره و اینطوری هم آگیگور مسخره نمیشه. و بعدش اینه که کراسور خیلی خوبی مثل هیرو تایمز 2 خیلی دخیل نمیشه با خود داستان انیمیشن، اما خب این خوبه که کراسورا رو اینطوری نشون میدن و نشون میدن که احتمالش بود که تو انیمیشن هم ببینیم، این خوبه. اما که کنیس بده. به عنوان مثال کراسور هیرو تایمز 2 که دیدار دوباره بن و رکس، کلینک اون ویدیو که ما دمش ساختیم این بالا میاد، میتونید کلیک کن ویدیو رو ببینید. تو این کراسور بن دوباره رکس رو میبینه و کراسور خیلی خفنه و میتونست اتفاق بیفته، اما کنه حساب نمیشه چون فقط تو کامیک بوک بود. اما این خوبه که نشون میدن همچنین کراسور میتونست تو انیمیشن هم باشه و کنه حساب بشه. آگریگور کاراکتر خیلی خفن و جذاب بود و ما میتونستیم اون رو تو ادامه انیمیشن بنتن ببینیم، اما خب همچین اتفاق نیفتاد. تو سر آمنیورس اصلا حضور نداشت، اما دریک جیوات میگه که این امکان وجود داشت که تو سر آمنیورس باشه تو قسمت روترا و اونجا اون روتر مثل کوین و بقیه که روتر بودن، این هم روتر حساب میشد و میتونست اونجا باشه، اما خب این داستان رو کامل لغو کردن. خب رفقا، این از این ویدیو که در مورد عجیب ترین داستان کامیک بوک بنتن بود. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک کامنت فراموش نشه و رفقا تازه با کانال آشنا شدن، برای دیدن ویدیوهای باحال بعدی روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنن و زنگار همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون، تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.